سلام، من در این ویدیو میخوام سمپلای کارتای دعوت عروسی که گرفتم رو بهتون نشون بدم و در انتخاب کارت دعوت عروسی خودم و یونسه از شما کمک بگیرم. اول از همه میخوام بهتون یکم در مورد فرهنگ کارت دعوت عروسی داخل کره جنوبی توضیح بدم. داخل کره کلن دو نوع کارت دعوت داریم. یه دونه کارت دعوت کاغذی، همین اینا که خودتونم میشناسی تو ایرانم هست. نوع دوم میشه کارت موبایلی، یعنی کارت اینترنتی که خیلی جدیدن مخصوصا خیلی بیشتر شده توی کره. به این صورت هست. حالا یه سمپلش رو براتون میذارم که ببینید. یه سری عکسای خودتون رو میتونید داخلش اضافه کنید، آدرس و اینجور چیزا هست داخلش و حتی بعض وقتا میوزیک ویدیو اینا میذارن، حتی بعض وقت دیدم که شماره حسابشون هم میذارن واسه شواش. کره‌ها مثل ایران شواش میدن، اما اینجوری نیست که مثلا ایران مبلغش حالا خیلی متغیر باشه. اکثرا اگر دانشجو باشی 50,000 وون میدن، تزریق به الان فکر کنم دلار خیلی رفته بالا تو کره، هم فکر کنم 45 دلار اینا میشه حدودا. و اگر شما که بری سر کار معمولا 100,000 وون میدن. اگه خیلی نزدیک باشی و اینا، شاید مثلا نزدیک به 150 اینا بدی یا مثلا 200,000 وون. اکثرا دیدم که همون 100,000 وون میدن. شماره حسابم برای این داخل حالا کارت دعوت عروسی موبایلی میذارن که میگن که برای مهمونایی که نمیتونن بیان و دوست دارن پول بدن، میتونن از طریق این شماره حسابا پول بفرستن. اما من احساس میکنم که این یکمی خیلی زایه است و من یونسه تصمیم گرفتیم که این کار نکنیم، یعنی توی کارت دعوت عروسی موبایلیمون شماره حساب نذاریم. خیلی هم نمیذارم. کارت دعوت عروسی اینجوری کاغذی هم به این صورته که شما حدود فکر کنم 200 اینا مثلا چاپ میکنین و بیشتر به آدمای نزدیک، اونایی کسی که میدونی مطمئنا میان. و معمولا بیشتر اینجوریه که براشون یه وعده غذا میخری و موقع غذا خوردن مثلا که آها این کارت عروسی منه، ما دیگه داریم ازدواج میکنیم. حتی اونایی که خیلی باشون صمیمی هستی میای که مثلا همسرت هم با خودت میبری مثلا سرمون شام و اینا و میگی که من دارم عروسی میکنم و کارت دعوت رو بهش میدی. خب حالا ما میخواییم که کارت دعوت عروسی رو انتخاب کنیم از یه دونه شرکتی که حالا تقریبا میشه گفت خیلی معروفه. ما ثبت نام کردیم و از اونجا برامون یه سری سمپل فرستادن به این صورت و گفتم که خب خیلی خوب میشه که من اینا رو به شما هم نشون بدم، ممکن براتون جالب باشه و همینطور ما میتونیم از نظر شما در انتخاب استفاده کنیم. دو نوع کارت هست کلن. یه نمونهش از این ساده هاست که فقط نوشته داره. حالا من بهتون دقیق نشون بدم. اینجوریه که مثلا حالا من این اینجوری باز میکنم نشون بدم. توش نوشته داره، یه نقشه ساده داره و همینطور این طرف هم در مورد این که چطور حالا بیاییم به سمت سالن عروسی نوشته شده و یه شعر داره اینجا، اسما رو تاریخ داره، دیگه چیز خاصی دیگه این نداره و میگم فقط با نوشته هست. یه نمونه دیگه هم اینجوریه که کلن عکس میره داخلش، ببینید اینجوری. ولی یونسه میگفتش که این مدلی که عکس داره زیاد خوب نیست به خاطر اینکه عکس ما میره داخلش و مردم معمولا این کارت رو میندازن دور میره و خوب نیست که عکس ما مثلا بره تو سطل آشغال. واسه همین تصمیم گرفتیم که این نوع کارت رو انتخاب نکنیم. اما خب دیگه به هر حال توی کارت موبایلی، یعنی اون اینترنتی، عکسامون میره داخلش دیگه و ما این کارت رو موبایلی رو کلا تقریبا میشه گفت برای همه مهمون ارسال میکنیم و اونا میتونن ببینن. پس تصمیم گرفتیم که از این مدل اصلا استفاده نکنیم. حالا بهتون نشون میدم. اینه که بهتون نشون دادم. اینم یه کارت دیگه هست، اینجوری باز میشه. اول اون عکس دارا رو بهتون نشون میدم که قرار نیست انجام بدیم. بعد اینه. من اگر میخواستم عکس دارا انجام بدم دوست داشتم اینو انجام بدم چون خیلی خوشگل و ظریفه. بعد این هست، این هست، از اینم خیلی خوشم اومد. بعدی
اینم عکس نقاشیه. اینم خوب و کیوت بود. این دوتا مدل گلیه. حالا بین اینا باز ما شک داشتیم، ولی کلن یونسه گفتش که این کاغذش زیاد خوب به نظر نمیرسه و کلن بهتره که اینا بذاریم کنار. عرضه بگم من از این گله خوشم اومد. اینم یک دیگه. حالا میریم سراغ اونایی که ما بینشون شک داشتیم. دیگه از بین اینا باید شما انتخاب کنید. شماره یک، شماره دو، این فقط نوشته دارن، خیلی ساده است دیگه. اون شماره سه، شماره چهار، دنبه اینجوریه. شماره پنج، شماره شیش. وای من اینو خیلی دوست داشتم، خیلی شیک بود داخل عکس، اما توی واقعیت ببینید فقط اینجوریه، یعنی اینجوری باز میشه، خیلی ساده است. دوست کردم که اگه یک کمی داخلش شیک تر بود شاید اون انتخاب میکردم. اینه بعدی که من خودم خیلی دوستش داشتم. وای من شماره رو یادم رفت. چند دومه که نمیدونم، بعدا که زیر نویس میزنم اینجا شماره رو اضافه میکنم. و اینم آخریه. اینم خیلی خوشم اومد. ای نه یه دونه دیگه هم باید باشه، آخری نیست. شماره شو میزنم اینجا دیگه، آخر آخری بتونشون بدم. آقا این آخریه. خدایش بگم من تا به حال از بین همه اینا که گفتم من این آخری رو خیلی بیشتر دوست دارم، به خاطر اینکه اینجوری بازش میکنیم. خیلی قشنگ توضیح داده شده، اینجا هم تقویمه و یا از شعر داخلش هم خوشم اومد، مخصوصا این گلا رنگ آبیه، خیلی شیکه. کلن احساس میکنم که این دوتا از بین دوتا یکی شاید انجام بدیم. حالا شما نظرتون رو بگین، برامون کامنت بذارید که از کدوم شماره کارت بیشتر خوشتون اومد که ما اونو در نظر بگیریم. خب مرسی که داخل این ویدیو بازم همراه من بودید، امیدوارم براتون جالب بوده باشه. میدونم که شما مثل من در روز شماره میکنین برای عروسی، خودم خیلی اشتیاق دارم، خیلی دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی، خدافظ.